سلام دوستان خب تو جلسه قبلی ما تونستیم یک مدل ریاضی رو مدل ریاضی خطی رو از طریق روش سیمپلکس با فرمول نویسی توی اکسل حل کنیم و گفتیم که یه روش ساده تر هم وجود داره و اونم استفاده از ادینز یک اپلیکیشن اضافه توی اکسل که باید اون رو اول اینیبل کنیم یعنی اون رو ایجاد بکنیم و بعد بیایم حل کنیم این اپلیکیشن اسمش سالوره این ادینز اسمش سالوره سالور این اکسل هستش که خیلی هم معروفه و ما میتونیم خیلی از مثال های بزرگ و انواع اقسام مدل های ریاضی رو باش حل کنیم که تو این جلسه ما میخوایم یک مدل ریاضی خطی رو که قبلا دیده بودیم باش حل بکنیم تا ببینیم چقدر راحت تر هستش و اون درگیری که تو دو جلسه قبلی دیدیم با سه نویسی و در واقع حل جدولی داشتیم رو تو اینجا دیگه نداریم خیلی راحت تر میتونیم ایک مسئله خیلی بزرگی رو باش حل بکنیم خب باسه اینکه که مسئله رو حل بکنیم من رجوع میکنم به یکی از تمریناتی که توی دوره قبلی توی دوره مدل سازی ریاضی مثالش رو زده بودیم و به دست آورده بودیم مدلش و میخوایم اون رو حل بکنیم واسه اینکه بدونین این مدل چطوری به دست اومده من پیشنهاد میکنم که برین حتما این رو ببینین قسمت رو قسمتی هستش که ما در واقع توی دوره مدلسازی ریاضی توی این جلسه توی وبسایت دیاکو برین و توی مدل سازی ریاضی اون بخشی که در خصوص نمونه های کاربردی تقدر عملیات، ها چالش تخصیص کار زمانمندی و توالی کار هست یه چنین پاورپوینت رو ما اومدیم تدریس کردیم و یک مثالی رو حل کردیم و از اون مثال به این مدل که در واقع اینجا هست رسیدیم و میخوایم این رو الان حل بکنیم خب تو جلسات بعدی که ما با حالا اکسل و لیندو میخوایم کار بکنیم سعی میکنیم این مدلایی که تو دوره قبلی به دست آوردیم رو حل بکنیم پس اگر میخوایم بدونیم چطور این مدل ساخته شده برین اون رو ببینیم و البته اگر کسایی کم دیدن خب دیگه میدونن چطوری مدل ساخته شده حالا در کل من اینا رو اووردم الان توی اکسل و میخوایم این مدل رو حل بکنیم فرض کنیم پس یه چنین مدلی رو داریم و میخوایم اون رو حل بکنیم من این رو کپی میکنم توی یک شیت دیگه ای که از اول با هم دیگه این کار رو انجام بدیم خب هدف کمینه سازیه میخوایم مینیموم کنیم یه چنین مدل رو x آی جی داریم آی از یک تا سه هستش و جی از یک تا چار هستش پس من اینجا میام x هام رو اول میچینم مثل کاری که قبلا انجام میدادیم x یک یک دارم x یک دو دارم تا x 1 دو سه و چهار و بعد میام اینجا x دو یک هم شروع میشه x دو دوم شروع میشه که این را هم میرم تا x دو چهار بعد x سه هستش x سه یک و x سه دو و این را هم میرم تا x چهار دیگه بیشتر ندارم دیگه آی از یک تا سه هستش خب این اکسام هست اینجا RHS رو خواهم داشت قبل اینکه RHS رو در بیارم اینجا می نویسم سلوشن چرا بهتون میگم و اینجا حالا RHS چون اینجا دیگه تیبل سیمپلکس که نمیخوایم بذاریم میخوایم مدل رو فقط به اکسل بفهمونیم میخوایم مدل رو به اکسل بفهمونیم خب اینجا هم گفتیم محدودیت ها رو میتونیم بذاریم constraint کانسترنت یک محدودیت اول یک، اینجا کانست دو و اینجا میریم چند تا محدودیت داریم بذارین بشماریم یک دو سه چهار تا اینجا داریم سه تا هم اینجا داریم خب میایم اینجا دو تا دیگه هفت یعنی چهار تا اینجا داشتیم پس تا هفت باید پیش بریم هفت تا محدودیت بریم. و اینجا هم تابع زدمون رو قرار میدیم و اینجا هم دوباره یه سلوشن میذاریم خب اینجا بهمون رو قرار میدیم به x11 X1 تو محدودیت اول اینجا هم من یه دونه دیگه اینزرت میکنم میخوام نماد رو قرار بدم نماد محدودیت رو خب پس اینجا ما میاییم میگیم که ضریب x1 توی محدودیت اول چند بوده؟ 350 بوده x11 درسته؟ x11 توی محدودیت دوم چند بوده؟ صفر بوده اینجا x11 ندارین دیگه میبینی اینجا x11 وجود نداره پس توی اینجا بذاریم من یه این اینو بذارم این بر یک کمی را بالا میارم پایین اینجا این یکم بزرگترش کنم که بتونیم بهتر خب میام اینجا 350 پس تو اینجا صفر بوده صفر رو میذارم ما باید تمام ضرایب رو اکثریت نکنیم تو مدل های ریاضی خیلی از ضرایب متغیرها ممکنه چون تو محدودیت وجود ندارن صفر باشن پس من اول صفر رو میام میذارم بعد شیفت رو میگیرم میام تا x چهار بعد شیفت رو میگیرم میام پایین و کنترل وی میکنم همه رو صفر میذارم و حالا دوباره اعداد رو میذارم اینجا 350 بوده اینجا صفر هستش تا x یکی یکی که در واقع تو محدودیت پنجمه تو محدودیت پنجم یک هست خب این از این بعد میایم باسه متغیر بعدی یعنی x دو یک x دو یک تو اولی 560 x سه یک تو اولی 5850 درست اینم عددش رو میذارم خب بریم توی محدودیت دوم تو محدودیت دوم x یک یک نداره x یک دو من اینجا این رو اشتباه گذاشتم این صفر X2 1 هستش که عدد داره 560 درسته خب X1 2 250 میره تا محدودیت اول نه آره محدودیت پنجم در واقعی که یک هستش خب نه کنین الان توجه کنین توی محدودیت پنجم اینها یکن X1 یک تا X1 چون بعدی میره تو محدودیت واسه محدودیت شیشون x دو واسه همه یکه بعد میره تو سه آخری محدودیت که سه هست همش یکه درسته؟ خب این از این. بعد میاد اینجا x یک یک شد 350 x یک دو شد 250 x یک سه یعنی اینطوری بیایم پایین داریم نگاه میکنیم 200 هستش بعد میشه x یک چار که 125 خب بعد دوباره میریم از اول x دو یک میشه 560 x دو دو اینطوری ستونی بیایم راحت تر یه دونه اینجا میاد میشه چند 400 بعد یکی دیگه 350 بعد میشه یکی دیگه 200 خب میریم بعدی میشه x سه درست دارم میرم x24 کجاست x24 دیویسته توی محدودیت چارم درست داره تو محدودیت چارم درست خب x3 یک 850 بعدیش میشه 700 بعدش میشه 600 بعدیش میشه 325 خب درست خب اینا رو ساختیم بعد میایم زرایب توی تا به هدف هم رو می میشه C خب نها این x یک ها به ازای تمامی J هاش C هستش یعنی تا چهار میشه سی بعدی میشه پنجا باسه تمامی دو ها که میام اینجا باسه دو تا چهارش رو میذارم پنجا و آخری هم هشتاد که برابر با هشتاد میذارم این, این. بذارین من اینجا بردراش هم بذارم که بهتر دیده بشه RHS رو قرار میدم بعدش RHS اینجا بود دیگه درسته برابر بودش با تو محدودیت اول دوازده هزار تو محدودیت بعدی 6 هزار تو محدودیت بعدی 5 هزار محدودیت بعدی هفت هزار تو دیگر محدودیت ها 50 هستش تو محدودیت های دیگه که اینا رو هم کپی پیس میکنم خب جواب اینم که در حال حاضر صفر خب یه اینجا نوع محدودیت های من اینجا کوچکتر مساوی نیستش من اگر میخواستم خودم از روش سیمپلکس حل کنم اینا رو باید تبدیل میکردم به کوچیکتر مساوی اول اما چون دارم با سالور اکسل اینا حل میکنم نیازی نیستش که محدودیت رو تغییر بدم پس همون جوری قرار میدم اکسل خودش میفهمه بزرگتر مساوی میذارم اینجا بزرگتر مساوی قرار میگیره اونجا چون مساوی اول گذاشته فکر کرد فرموله بعد گفتیم فرمول درستی نیستش که خب تا اینجا بقیهش کوچیکتر مساوی هم پس کوچیکتر مساوی هم اینجا قرار میدم. اینایی که الان اینجا قرار میدم بسید اینکه خودمون بهتر مدل رو درک کنیم اینجا نیازی نیست چیزی که اکسل لازم داره بدونه خب این قسمت ره چرا این قسمت بذارید من اینو ثبت کنم خب این قسمت هست که اکسل لازم داره بدونه من باید اینجا سش یک معادله تعریف کنم بگم که چه معادله ای هست که بزرگتر مساویه مثلا بی من قرار میگیره خب چه معادله یه؟ که این زب داری این داره میشه دیگه این الان تکسه اینم نمیفهمه بعد سلول بهش بگم یه سلول متغیره که اینا متغیرهای من هستن یعنی جوابهای نهایی پس من اینم سبز میکنم خب این هستش که باید زرد بشه این همون ایکس من هست یعنی در نظر بگیرین این مقدارش برابر با این میشه یعنی تکسه من از این استفاده فقط نماده مثل اینا که نماد گذاشتم اینا هم عددن اینا رو لازم دارم و این متغیره که خالی باید بذارمش وقتی که به اکسل میخوام بفهمونم پس باید بگم که این x یکیه که من که جوابش اینجا هست زبدر این میشه این زبدر این میشه و همینطور میره تا اینجا ضرب میشه جمع میشم و به سلوشن من به یک معادله میرسم پس من باید معادله با تعریف پس باید بگم مساویه با این زبدر این به اضافه ای این یکی زبدر داره این یکی که به جای اینکه این کار رو انجام بدم میام از یه فرمول اکسل به نام سام پروداکت استفاده میکنم سام پروداکت همین کار رو دقیقا انجام میده به جای اینکه من بخوام هی دونه دونه بگم این زب داره این میگی این بردار عناصرش ویرگول میذارم دونه دونه زبدر داره این یکی بردار و اینتر میکنه این همون رو انجام میده واسه یعنی دونه دونه داره ضرب میکنه جمع میکنه ضرب میکنه جمع میکنه سام میکنه حالا واسه تمامی موارد تا اینجا همین قضیه هست فقط این یکی ثابت میمونه این بردار من داره تغییر میکنه دیگه پس اینا رو با دلار ثابت میکنم F4 میزنم دلار میذارم پشتش که ثابت بشه و اون وقت این رو میارم پایین الان معادلات من تشکیل شد واسه Z فعلا معادله لازم نیست بذاریم چون خود اکسل قراره به من جواب رو برگردونه دیگه خب آ واسه زد هم باید بذاریم دیگه راستی ببخشید اینم یکی میارم پایین زد همه داره تشکیل شده از این سولوشن ضرب این یکی هر مقداری که بگیره ضرب داره این مجموعش میشه این درسته خب اینو رنگش رو عوض میکنیم که بدونیم تا به هدف من هستش آبی میذارم خب پس الان معادلاتم رو به اکسل فهموندم یعنی معادلات من هست حالا میخوام از سالور ادینز و اکسل استفاده کنم بگم بر اساس این معادلات بر اساس این نماد نمادش هم باید تشخیص بده الان اینا نماده بهتون میگم چه جوری تشخیص بده و بر اساس این آرچ اس این مقادیر اینجا رو واسه من حساب کن به طوری که این تا به هدف من که این معادلش اینجا هستش بهینه به بشه بهتر هستش وقتی از سالور میخواین استفاده کنین سلول تا به هدفتون سلکت شده باشه خب واسه اینکه از سالور استفاده کنیم باید برین توی فایل آپشنز توی ادینز قسمت ادینز اینجا اکسل ادینز رو میبینین خب این رو گو کنین وقتی که گو میکنین این سالور ادین رو میبینین باید تیکش خورده باشه به صورت پیشفرز اینا تیکشون نخورده اینو تیکشو بزنین تیکشو که زدین اوکی کنین اوکی کنین میره لود میکنه سالور رو میاره یه مقدار ممکنه طول بکشه من قبلا لود کرده بودم خب سالور رو لود کنین، وقتی که لود شد بریم تو قسمت دیتا تو اینجا قسمت آنالایز اینو من قبلا لود کردم آره این جدا هستش سالور رو میتونیم ببینین وقتی که سالور رو بزنین اینم سلک شده باشه بهتره سالور رو بزنین میاد بالا میگه set objective هدفت رو ست کن من چون قبلا set کرده بودم سلک کرده بودم خودش شناخته میبینی n9 تو این رو پاک کنم دوباره سلک کنم سلول n9 سلول ابجکتیو من هست نوعش رو مشخص کن میخوایم ماکسیموم کنی یا مینیموم کنیم ولیوش حالا کاری نداره من تا به هدف از نوع مینیموم سازیه پس مینیموم رو انتخاب میکنم میگه by changing variables متغیرهاد کدومند سلول های متغیرت کدوم همین خالی هایی که اینجا گذاشته بودیم از x111 تا x34 رو سلکت کنین این بردار بردار متغیر های من هستش سلول هاش subject to the constraints یعنی محدودت هات کدومن بعد اینجا add رو بزنم وقتی که add رو میزنم سل رفرنس بعد اون تابه هام رو رفرنس بدم اونهایی که نا کنین الان اینجا علامت داره میتونم علامت رو مشخص کنم من با این ست علامت هم کار دارم الان اگر اینجا رو انتخاب کنین تا اینجا اینا بزرگتر مساوی هن. درسته تا اینجا بزرگتر مساوی هن. پس اینا رو جدا انتخاب میکنم بزرگتر مساوی ها رو این قسمت توابم رو انتخاب میکنم این رو میکنم از دونه بزرگتر مساوی محدودیتت این هم همون آرش هستش همون قسمتی که بزرگتر مساوی بود رو بسرش انتخاب کنید تا اینجا پس از N2 تا N5 که اینا هستن. در واقع تابع های من هستن از نوع بزرگتر مساوی و با محدودیت آرش اس پی دو تا پی پنج این رو اوکی میکنم یا اد میکنم فرقی نداره اگه اد کنین دوباره میتونم سلو رفرنس بذارم خب یعنی چی؟ یعنی اون محدودیت هایی که مونده بود کوچکتر مساوی این رو جدا باید انتخاب کنین این توابه رو از N6 تا N8 به صورت کوچکتر مساوی با محدودیت های آرش اس تا اینجا این رو دیگه اوکی میکنم دو تا محدودیت با من ایجاد کرده دو نوع محدودیت در واقع هفت تا محدودیت دارم دو نوع متفاوت یکی بزرگتر مساوی یکی هم کوچکتر مساوی خب وقتی که اینجا تیک نان نگاتیو رو هم بزنین چرا اینا رو داره نشون میده به من میتونه منفی باشه یا میتونه مثبت باشه من به صورت الان اینجا مدل من همشون بزرگتر مساوی صفر هستن پس تیک بزرگتر مساوی صفر رو هم بذاریم نوع حلتونم از نوع غیر خطی که نیست سیمپلکس میخوایم حل کنیم سیمپلکس خطی لینیر پروگرامین با این دوتا کاری نداریم در حال حاضر و سیمپلکس رو انتخاب میکنم وقتی که سیمپلکس رو انتخاب کردم میذارم سالو بشه اینجا واسه من سالو میکنم یه اروری داد به من فکر میکنم فیزیبیلیتی باند داده به من سالبر کنات یه جار اشتباه چیز کردیم اینجا اومده سعیش کرده که حل کنه ولی نتونسته به جواب برسه و همون صفر رو انتخاب کرد من دوباره سالور رو انتخاب میکنم ببینیم درست انتخاب کردیم از B10 تا M10 درسته درسته خب این یکی از N2 تا N5 از N2 تا N5 درسته این هم از P2 تا P5 P6 خب اینا درسته من شاید ذرایب رو اشتباه گذاشتم خب احتمال داره زرایب رو اشتباه گذاشتم دوباره چک میکنیم زرایب رو با هم دیگه x11 350 x 1 دو 250 تو محدودیت دوم X1 3 تو محدودیت سوم، X1 425 تو محدودیت چهارم خب بعد میره این دوباره از اول X2 1 تو محدودیت اول 400 دو دو تو محدودیت دوم X2 2 X2 3 350 تو محدودیت سوم، ایکس دو چهار محدودیت در واقع چهارم دویست و دوره x سه یک هیصد و پنجا ایکس سه دو هفتصد ایکس سه سه, سه و تو موارد صفر میام اینجا ایکس یک 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 ایکس یک دو محدودیت پنجم یک x یک سه یک x یک چهار هم یک میریم بعدی ایکس دو یک 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 x سه یک هم یک خب ایکس سه چهار هم هم باید یک باشه این اشتباه گذاشته بودم خب حالا دوباره سالوش میکنم خب اینا که تغییری نمیکنه خودش هست سال میکنیم الان باز هم ارور داد نمیتونه پیدا کنه رو درست گذاشتیم سی ایکس یک 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 دو یک سه سی ایکس دو یک دو 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 سه دو چهار هشتار هم درسته دوازه هزار بزرگ تماسالی سه شیش هزار پنی هزار هفت هزار پنجا پنجا سام پروڈکتی رو اشتباه نزاشته باشیم آه سام پروڈکتی اینو اشتباه گذاشته بود این باید میاد بالا اینجا این تغییر کرده بزنیم این بقیهش چی؟ بقیهش هم تغییر کرده او من اشتباه ثابت کرده بودم خب واسه همین هم اشتباه در آورده نا من اینجا این همین اومده این اومده پایین متغیر من یعنی تابامو دارم, دارم اشتباه به دست من دلارای اینو باید برعکس میذاشتن این دلار نباید میگرفت این باید دلار میگرفتش F4 میذاریم خب و بعد دوباره میریم تا پایین خب الان این هم صفر میذاریم که برگرده حالت اول سام درسته خب بریم دوباره از سالور استفاده کنیم اینجا به خاطر اینکه معادلات رو من اشتباه تعریف کرده بودم نتونست پیدا کنم الان تونست پیدا کنه solver find a solution all constraints and optimality conditions are satisfied یعنی سالور تونست را پیدا کنه و تمام محدودیت ها و محدودیت بهینه در واقع ارضا میشن ساتیسفای میشن خب این رو اوکی میکنم این عدد بهینه من هستش که به دست اومده رنگش رو عوض میکنم دوباره این هم جواب متغیرهای من هست یعنی میگه که x یکیه که من برابر با 34 باشه x یکی من برابر با 15 باشه و غیره خب نها کنین این چی بودش بیاین یه نگاهی هم با هم دیگه بکنیم تحلیل بکنیم یه کوچولو. من اینجا در واقع تو مثالی که داشتم حل میکردم x آی که داشتم گفتم که بیزه هر ماشین و هر میلگرد ماشین ها آین میلگرد ها اینن ما مثلا اون چی بوده؟ هدفمون کمینه سازی هزینه تولید بوده حداقل میزان میلگرد مورد نیاز تولید شود پس من یه مدلی رو درست کرده بودم که میخواستم میلگرد تولید کنم از طریق ماشین های مختلف و بگم هر ماشین چقدر میلگرد تولید کنه به طوری که حداقل میلگرد مورد نیاز مثلا ناکنین الان جی میلگرده دیگه درسته اندازه میلگرد های مختلفه مقدار میلگردی که میخوام تولید کنم جی من که مثلا باید اینجا باشه x1 یک, یک منو x2 یک من ببخشید جی و دوم نوشتم یعنی میلگرد اول x یک یک میلگرد اول x دو یک بازم یعنی میلگرد اول توسط ماشین اول میلگرد اول توسط ماشین دوم و میلگرد اول توسط ماشین سوم بزرگتر مساوی دوازه هزار باشه یعنی از میلگرد اول باید بیشتر از دوازه هزار تولید داشته باشم خب حداقل اقل دیگه یعنی میتونه مساوی هم باشه پس الان x های من طوری باید تعیین شده باشن که حداقل میزان میلگرد های جی من یعنی میلگرد نوع یک دو سه و چهار تولید شده باشن بیایم چک کنیم بعد ایکس ای یک من خب اینجا چی داره میگه میگه سی و تا از چیز تولید بکن سی و تون از این تولید بکن ایکس ای یک, یک یعنی از میلگرد اول و تو ماشین اول میلگرد اول و به ماشین دومم بده خب بر اساس اون ذرایب نسبت باید بگیریم دیگه خب چون ماشین اول 350 تا داره تولید میکنه میزان ساعت کار کرده ماشینه یعنی 34 ساعت ماشین اول میلگرد اول تولید کنه 15 ساعت ماشین اول میلگرد نوع م رو تولید بکنه و بعد بیاد اینجا ماشین سوم 8 ساعت میلگرد نوع دوم رو تولید بکنه 8 ساعت میلگرد نوع سوم و 15 ساعت میلیگرد میلگرد چهارم پس من هم میلگرد یک دارم تولید میکنم هم میلگرد دو دارم تولید میکنم هم میلگرد سه بیشتر میلگرد هم توسط ماشین سه داره تولید میشه یه سری از میلگرد های نوع یک و چهارم توسط ماشین یک داره تولید میشه اما ماشین دو من نباید تولید بکنه به صرفه نیست تولید بکنه ماشین دو من و صفر باسش در اومده خب این ماشین وقتی که تولید نمیکنه میتونم اجارش بدم از اون طرف و پول در بیارم به صرفه نیست خودم بیام میلگرد در بیارم تولید کنم بسش و به صرفه نیست میلگرد نوع یک رو از ماشین سه تولید کنم این راه حلی هستش که میگه چند ساعت هر ماشین برای تولید هر میلگرد کار بکنه تا این مقدار میلگرد تولید بشه از هر نوع و کمتر از پنجاه ساعتم کار بکنه هر ماشین خب ممنون از توجهی که داشتین اینجا حالا چیزی هست که قبلا حل کرده بودم این رو در اختیارتون قرار میدم و میتونین نظرش استفاده کنین ممنونم از توجهی که داشتین تو جلسه بعد ما وارد نرم افزار لیندو میشیم در واقع شرکت لیندو نرم افزار لینگو رو ارائه داده که تو خیلی از دانشگاه ها اون رو درس اینم. من خودم پیشنهادم اکسل هستش و خیلی جاها توی سازمان ها از اکسل بیشتر میتونیم استفاده و مفید واقع بشه با ولی چون خیلی جا هم لینگو رو درس میدن و تو جای دانشگاهی مخصوصا خیلی استفاده میشه لینگو رو هم با هم کار میکنیم و از اونم میتونیم خیلی جاهای سازمانی کار کنیم اما چون پولی هستش یه مقدار تو ایران سخته دیگه خب پس تا جلسه بعد که لینگو رو با هم دیگه کار میکنیم خدا نگهدار